سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی خبرهای این ساعت رو به اطلاعتون میرسونم دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعی اعلام کرد دشخیمان رژیم آخوندی علاوه بر شکنجه و آزار و اذیت دستگیر شدگان قیام در زندانهایی ماننده گوهردشت، اوین، تهران بزرگ آنها را قبل از انتقال به این زندانها در بازداشتگاه های موقت و مخفی وزارت اطلاعات به شدت مورد شکنجه قرار دادند. مقاومت ایران بار دیگر ارگانهای مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی زندانیان قیام که در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند فرا میخواند و بر ضرورت بازدید یک هیئت بین المللی از زندانها و بازداشتگاه های رژیم آخوندی و دیدار با زندانیان قیام تاکید می کنند. قیمت دلار بار دیگر از 27 هزار تومان گذشت و به 27 هزار و تومان رسید. یورو نیز به 32,380 تومان رسیده است. آخون محمد تقی نقدلی عضو مجلس ارتجا ادعای پیروزی آخون روحانی در لغو تحریم ها را زیر ضرب برد و با تنه به آخون روحانی گفت هفته گذشته رئیس جمهور شوی تلویزیونی اجرا کرد که بیشتر شبیه تبلیغات در صدا و سیما بود رئیس جمهور هفته گذشته گفت که روز شنبه و یک شنبه این هفته پیروزی بزرگی نصیب ملت ایران می شود اما پومپو این پیروزی را نقش براب کرد. وی در واکنش به بازگشت تحریم ها گفت انتظار داشتیم امروز طرح سفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا در دستور کار مجلس قرار می گرفت. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد حکومتی مقابله با کرونا گفت در حال حاضر با گذشت زمان بیماری کرونا نه تنها کاهش نگفته بلکه وضعیت شهر تهران قرمزتر شده است. به افزود شیب تند ابتلا به کرونا و افزایش مرگ و میرها نگران کننده است. اوضاع تمام مراکز درمانی و بیمارستانی خوب نیست و با شیوع ویروس آنفولانزا در روزهای آتی شرایط سختی پیش رو خواهیم داشت. مینو مهره از افزود ویروس کرونا مثل یک بمب ساعتی میماند و ممکن است هر لحظه منفجر شود و تمام زیرساخت ها را متلاشی کنند. وزارت خارجه آمریکا در آستانه بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه رژیم ایران گزارشی درباره فعالیت ها و اقدامات مخرب رژیم علیه مردم ایران و در کشورهای منطقه منتشر کرد. در این گزارش مایک پمپو با اشاره به وجوه مختلف سیاست های مداخله جویانه رژیم آخوندی میگوید تحریم ها و محدودیت های ویزایی علیه شماری از مسئولان رژیم که مستقیم مسئول سرکوب مرگبار اعتراضات آبان ماه 98 بودند اعمال کرده ایم. مقامات فاسد و سرکوبگر رژیم هدف کارزار فشار حد اکثری هستند و نه مردم ایران. در این گزارش آمده است، رژیم ایران به تجاوزهایش با کارزار ترورت ترور فرامرزی و سرکوب در داخل کشور ادامه داد. در پاسخ به اعتراضات گسترده آبان 98 رژیم سرکوب بیرحمانه ای را به اجرا گذاشت و تا 1500 نفر از مردم خودش را کشت و بیش از هزاران تن را زندانی کرد. وزارت خارجه آمریکا درباره اجلاس روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد هیئت آمریکایی در این کنفرانس پنج روزه که از 31 شهریور آغاز خواهد شد بر تهدیدهای ادامه دار برنامه هسته‌ای رژیم ایران تمرکز خواهد کرد این بیانیه با اشاره به اینکه رژیم ایران تاریخچه‌ای از لجاجت تفر رفتن و همکاری ناقص با آژانس دارد بر حمایت آمریکا از فعالیت‌های آژانس تاکید کرده است همونطور که مطلع هستین از نیمه شب گذشته که وزارت خارجه آمریکا فعال شدن ماشه و بازگشت قدنامه های ششگانه شورای امنیت بر ضد رژیم رو اعلام کرد تا این ساعت اخبار زیادی در این مورد منتشر شده. در همین رابطه گفتگویی داریم با آقای رضا حق برادر. آقای حق برادران ضمن سلام میخواستیم ببینیم بیانیه وزارت خارجه آمریکا به طور خلاصه چه محورهایی داره و مهمترین واکنش حول اون چی بوده؟ من هم سلام کنم به شما و به دوستان و همراهان برنامه ارز کنم که بیانی وزارت خارجه آمریکا حداقل روی دو محور مهم تاکید داشت اول بازگشت تمامی تحریم های سازمان ملل علیه رژیم بر اساس شش قطنامه قبلی دوم هر کس رعایت نکنه تحریم میشه حالا علاوه بر تحریم تسلیحاتی این اقدام آمریکا شامل محدودیت های دیگه از قبیل منع غنی سازی و فعالیت های مربوط به باز فراوری ممنوعیت آزمایش و توسعه موشک های بالستیک توسط رژیمه یکی از نکات چالش برانگیز این تحریم ها بازرسی کشتی هاست که رژیم از طریق اونها تحریم ها رو دور میزد که در این راستا اعزام ناو هواپیمابر بر آمریکا به خلیج و فارس قابل توجهه اما واکنش ها به این اعلام آمریکا تا به حال واکنش مستقیمی نبوده سه کشور اروپایی که فرانسه اونها رو نمایندگی میکنه بیانیه ای دادن که این اقدام تاثیر قانونی نداره دبیر کل سازمان ملل هم اظهار نظر مشخصی نکرد و در واقع این رو کرد باز شدن راه برای ادامه اقدامات آمریکا بود واکنش روسیه هم کاملا تدافعی بود گفتش که اقدام آمریکا نمایشی است نمایندگی روسیه در سازمان ملل گفته که دردناکه که آمریکا مخالفانش رو به تحریم و تنبیه تهدید میکنه روزنامه های حکومتی موضع روسیه رو به چالش کشیدن از جمله مستقل با اشاره به حرفهای لاوروف نوشته گفتار مربوط به لاوروف یک نوع این همانی با ادبیات داخل نظام وجود داره بلاشک همه چیز ایان است اما تحریم ها مکانیزمی است که رژیم رو برای روسیه و چین به یک تومه دوست داشتنی مبدل میکنه تا اونا بتونن به سادگی با کارت نظام بازی کنند بعد هم همین روزنامه توضیح داده که روسیه و چین انتخاب نهاییشون نه رژیم بلکه پیوسته آمریکا بوده واکنش های رژیم به این بیانیه آمریکا از موضع پایین و منفعلانه بود اولیش ظریف بود که پیشابیش گفت معلومه که آمریکا با زور همه را مجبور به تبعیت از این تحریم ها میکنه پاستار غالی با رئیس مجلس رژیم هم امروز با گویی اول گفتش که دشمن با اون چه که میخواست نرسید بعد گفت نباید فراموش کنید که دشمن ما در صورت ادامه یافتن برخی قفلت ها گام به گام در تشدید تحریم ها جلوتر میاد تا به نظام تحریم ها شکل جدیدی بده در ادامه همین مجلس هم شما تو خبراتون اشاره کردید که آخون نقدلی گفتش که هفته گذشته روحانی یک شو تلویزیونی اجرا کرد که بیشتر شبیه تبلیغات تلویزیون رژیم در مورد پوفک و اینجور چیزاست گفته بود که روز شنبه و یکشنبه این هفته پیروزی بزرگی نصیب ملت ایران میشه که پمپئو هم این پیروزی رو نقش بر آب کرد اما هر فصلی رو در مورد جاری شدن تحریم ها رویتر از قول یک مقام سازمان ملل گفت اینجوری که عرض میکنم نوشته که مقام های سازمان ملل متحد برای اجرایی شدن نظام تحریم ها حمایت های اداری فنی تأمین میکنند و گوترس هم کارشناسایی رو برای مانیتور این اجرایی شدن فراهم میکنه به این ترتیب میبینید که مقدمات اجرایی شدن طرح تحریم ها و چکندن ماشه هنوز یک روز از ابلاغ اون نگذشته فراهم شده و این در مسیر اجرا قرار گرفته بله با تشکر از توضیحاتتون قطعا خبرها و تحولات رو در این رابطه دنبال میکنیم خوش بینندگان گرامی این بود در یک نگاه این ساعت تا بخش بعدی خبر خدا نگهدار و موفق باشید